تنکی او گلالی ماشومان سهرانی خوبونه په ځانونو درولی تر څو سپېڅلی قرآن چې مسلمانانو لپاره مقدس د زده کړې او نورو ته یې ورسوي. په کندوز ولایت کې دینی عالمان او د مدرسو طالبان په دې وروستیو کې د سویډن هیواد د یو وګړي لخوا د قرآن کریم سوځونه په کلکو ټکو غندي او له سویډني چارواکو څخه د یاد کس د مجازاتو غوښتنه کوي. به عوض یزی که او را با آتش بکشن بروند داخل شون با قرآن عظیمشان مطالعه بکنن، تحقیق بکنن. اگر قرآن عظیمشان را موافق جامعه بشریت در همچی یک زمانی که در قرن 23 ما قرار داریم پیدا نکردن، پس جوابگویشان ما جامعه مسلمان هستیم. پس با آتش کشیدن و با توهین به جز یزی که یک تنفر و نفرتی را در قلوب مسلمان ها ایجاد کرده و ما را علی خودشان قرار داده، کدام سود دیگری را به دست نمی آورند. لبل لوری دغه عالمان او د کندوز اوسیدونکي د اسلامي امارت د مشرتابه لوری په افغانستان کې د سویډن هیواد اړوند مرستندوی بنسټونو پر فعالیت بندیز لګول پر ځای او ترې په کلکه ملاتړ کوي. صدای ما بالای کشور سویډن همین است، باید این شخص خبیث و پست را باید گرفتار بکنه و به پنجه قانون بسپاره و دیگر از تعلیق در آوردن کمیته سیمدن در افغانستان از امارت سلامی خیلی سپاسگزار تشکری میکنیم. دی بسیار خوب کار کرده که ای را بند کرده. ای خو مخالف ماست، مخالف قرآن ماست، مخالف دین اسلام ماست. ما سخت به این مخالف هستیم که کار خراب ای کرده. بسیار کار خوب کرده که ای را بند کرده، چرا که در قرآن ما توهین کرده، در اسلام ما توهین کرده. په سویډن هیواد کې دا لومړی ځل نه دی چې د مسلمانانو مقدساتو ته سپکاوی او یا په عام منظر کې قرآن کریم سوځول کیږي. له دې وړاندې هم د دغه هیواد د یو تن وګړي له لوري داسې کړنه ترسره شوې وه چې په غبرګون یې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو مسلمانانو غبرګون ښودلی و.